آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که هوش مصنوعی اگر به درستی مدیریت نشود می تواند با انتشار اطلاعات نادرست و دامن زدن به نفرت دموکراسی ها را تضعیف کند. از سوی دیگر او بر پتانسیل هوش مصنوعی برای تقویت مشارکت عمومی، افزایش برابری و بهبود حکمرانی تاکید کرد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش هشدار داد که استفاده نامحدود از هوش مصنوعی ممکن است به بی‌ثباتی نظام‌های دموکراتیک منجر شود. او اعلام کرد که این فناوری می‌تواند از طریق انتشار اطلاعات غلط، تحریف نفرت پراکنی و تحریف افکار عمومی با ابزارهایی همچون فیک نیوزها دموکراسی را تهدید کند. به ویژه در سال جاری که بیش از 50 کشور جهان، یعنی نیمی از جمعیت جهان، درگیر انتخابات هستند، این خطرات به شکل جدی‌تری مطرح شده است. گوترش در پیامی به مناسبت روز بین‌المللی دموکراسی تأکید کرد که حفظ آزادی بیان، حقوق مدنی و حاکمیت قانون به همراه تضمین نهادهای پاسخگو و حفاظت از حقوق بشر اهمیت ویژه‌ای دارد. او در ادامه افزود این حقوق و ارزش‌ها در سراسر جهان تحت حمله قرار گرفته، آزادی‌ها کاهش یافته، فضاهای مدنی محدودتر شده و فضای دو قطبی و بی‌اعتمادی در حال افزایش است. با این حال او اشاره کرد که هوش مصنوعی می‌تواند به تقویت نظام‌های دموکراتیک کمک کند. گوترش تأکید کرد که این فناوری قادر است مشارکت عمومی فعال‌تر، ترویج برابری و توسعه انسانی را بهبود ببخشد. به گفته گوترش، هوش مصنوعی می‌تواند فرایندهای دموکراتیک را آموزش دهد و فضاهای مدنی فراگیرتری ایجاد کند که در آن مردم در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند و مسئولان را پاسخگو بدانند. دبیر کل سازمان ملل همچنین گزارش اخیر هیئت مشورتی سطح بالا در مورد هوش مصنوعی را یادآور شد که راهکارهایی برای بهره‌برداری از مزایای هوش مصنوعی و کاهش خطرات آن ارائه کرده است. او تاکید کرد هوش مصنوعی باید به صورت عادلانه و ایمن در خدمت بشریت قرار گیرد. این هشدار به ویژه در شرایطی که فضای جهانی دموکراسی با چالش‌های متعددی روبرو است، اهمیت بیشتری می‌یابد.